دختر 13 ساله چند وقت پیش من علش شنیدین؟ این بزرگترین کرانیوفارنجیوم واقعا تاریخ داشته، یعنی از همه از مغز این کرانیوفارنجیوم بود تا بطن سپینال و بطن لترال که ما اینا اینترهمیسفریک در واقع عملش کردیم، یا اینترهمیسفریک که ترانسلامینا ترمینال که این پوتال شده. عکس دیدی؟ بیا چه میدیم به جلو ببین این مسیر اینترهمیسفریکی که رفتیم، این حتی اینترتالامیک الان پیدا شده و فوق‌العاده است. این امام اینترپتوکولار فوسا خالیه و توتالش کردیم و خداشون به خیر گذاشت. اگر فرانجوم بیماری خطرناکیه، ببین اما وسعت زایه اگه اینا میمونه درسته رای جاپ پیدا میکنم، ولی باز در میان بهتر. هورموناش هم چک شده و خوبه و خیلی خوشحال شدم امروز دیدم. منم همینطور خیلی ممنونم. اینم بذار من توضیح بدم. ببینین این یه زخم چیزی کوچولو اینجا باز شده، دردم داره این حالا اعتماد ببینین عفونته یا حالا مشکلات زخم در 1-2-3% حالا بگیم بعد جراحی جمجمه وجود داره. حالا یه عفونت حاده که چون اولشه، یعنی 6-7 ماه بعد اینا معمولا میام اینا استومیلیت ممکن استخوان اینجا ما عرق میکنیم یه خون بهش نمیرزه، درسته؟ جدا از سر دیگه ممکن این عفونت بکنه، ما هم داریم مثلا ما نمیدونم حالا تو 1000 تا 2000 تا عمل میکنیم شاید 4-5 تا اینجوری داریم. معمولا یه آنتیبیوتیک میدیم خوب بشه و بعضی وقتا اگه با آنتیبیوتیک خوب نشه الان بعد میدوزیم آنتیبیوتیک هم بخور، ولی واقعیت اینه بدون نازنده دارم ممکنه من این جمجمه که عرق کردم رو بردارم بذارم بیرون، بعد این جاش خالی میمونه تا آیا 9 ماه 10 ماه میزنیم که هر اون مفورتی هست از این بره، بعد بعد بازسازی میکنیم. این هم بدون، ولی اشاره که افتاشته اصلا اونجوری نمیشه. خیلی ممنون. باشه من شده.